مگر شما در زیارتنامه امام رضا علیه السلام نمیخوانید که یا امام رضا، من از وطنم بریدم آمدم خدمت شما تا چه؟ تا تقرب بجویم در کنار مسجع شما به خدای متعال. یعنی امام رضا میشود وسیله پیشرفت ما از لحاظ معنوی و عبادی، وسیله تقرب ما نسبت به ذات اقدس الهی. رضا امیرالمومنین فرمود حلک فی رجلا. یک نکترم من گوشزد بکنم، بگذارید بگویم این جمله را که به این فضا و در این شب مبارک به یادگار بماند. عزیزان من، یک وقتی نکنیم به بهانه ای که غلو نشه فلان نشه از فضل ائمه من کار بکنیم. نه، فضیلت رو باید بیان کرد، کمال اونها رو باید بیان کرد، ولی تلاش کنیم در مرز غلو نرسانیم. من به صراحت اعلام میکنم ما از غلو و غلو کنندگان بیزاریم، چه در قالب حیات مذهبی باشه، چه در قالب مدح و منقبت باشه، چه در قالب اشعار و مدیحه باشه. نه، حق ائمه رو بیان کنید، فضل ائمه رو بیان کنید. غلو رو خودشون هم نمیپذیرن و از ما خواسته که در کنار غلو کنندگان نباشید، چون ما از اونها بیزاریم. حالا ممکنه جوانان عزیز ما این سوال بکنن که این غلو چه عواملی باعث میشود وارد اعتقادات و زندگی دینی ما بشود؟ دو تا عامل. یکی از عوامل، عوامل درونی است، یعنی از درون خود ما، از میان خود ما، از اعتقادات ما، از جلسات ما، از رفتارهای ما دچار غلو میشیم. وقتی ما میایم بحث عوامل درونی رو بررسی میکنیم، یکی از دلایلی که بعضیا دچار غلو میشن ملموس نبودن زندگی اهل بیت برای اینهاست، ملموس نبودن معارف بلند زندگی آنها برای ماست، لذا دچار غلو میشیم. مثلا یک کسی میای نقل میکنه میگه علی در شبها صدها رکعت نماز میخوان، اون وقت به تعبیر اون شاعر ببخشید دیگه، کافر همه را به کیش خود بندارد. من که نماز صبح هم رو به سختی میخونم میگم علی صدها رکعت نماز میخوانده؟ هر کاری میکنم میبینم با عقل من جور در نمیآیه، هر کاری میکنم میبینم با توانی فیزیکی و روحی من جور در نمیآیه، در حالی که این بحث قابل حل. تو خود را با علی قیاس نکن. هم توان فیزیکی امیرالمومنین با غیر امیرالمومنین متفاوته، هم توان روانی و روحی امیرالمومنین، ایمان امیرالمومنین، صبر امیرالمومنین، استقامت امیرالمومنین با ما و شما قابل قیاس نیست. لذا وقتی آمدیم این قضایا رو شنیدیم یا خواندیم یا کسی به ما گفت، چون برای ما ملموس نیست دچار غلو میشیم. علی رو میبریم بالا، بعد هرچه علی رو خارق العاده و فوق العاده معرفی کنیم به ضرر علی تمام شده. چون من وقتی علی رو بیارم غیر از واقعیت خودش برای شما معرفی کنم، فردا اگر بگم علی رو چرا الگو قرار نمیدید، میگه جناب شیخ من کجا، علی کجا، من که به اون نمیرسم. علی بشری است از میان ابناء بشر، فرزندی است از فرزندان آدم، انسانی است مثل همه انسانها، منتها تقوایش، عظمت روحیش، کمالش به حد رسیده که به ولایت الله دست پیدا کرده، شده حجت الله، شده ولی الله، شده امام، شده مصداق انسان کامل در روی زمین. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام را وقتی برای ما معرفی میکنن خود با علی قیاس میکنیم. حالا من فرصت ندارم که این جمله را محضر نورانی شما عرض بکنم، و آن اینی که از لحاظ علمی ثابت شده که هم جسم امام با غیر امام متفاوته، هم روح امام با ارواح دیگر متفاوته. امروز مثلا 1400 و اندی از رحلت رسول خدا میگذرد، هنوز در مأذنه های دنیای اسلام اذان گفته میشود. این یکی از تأثیرات اون روح بلند علم نشرح لک صدرک، تا میرسد به اینجا که ورفعنا لک ذکرک. یا رسول الله، ما اونقدر روح تو را بلند و بلند آوازه قرار دادیم که تو همیشه به یادها و به خاطرها زنده خواهی ماند. یکی از مسائلی که متاسفانه غلو به وجود میاره ملموس نبودن معارف زندگی اهل بیت علیهم السلام. یکی از عوامل درونی که ما را منجر به غلو میکنه عشق فراوانه. خب ما عاشق امام علیم، عاشق امام حسینیم، علی امام من است و منم غلام علی. عشق داریم انصافا نسبت به امیرالمومنین، عشق داریم نسبت به سید الشهدا، عشق داریم نسبت به حضرت ابوالفضل العباس، و عشق آدم کر و کور میکنه. بخوای نخوای قضیه همینه، عشق آدم را در مسیرهای سخت قرار میدهد، تحمل بالا میبره. ای که در برخی از افسانه ها و داستان ها آمده که شیرین و فرهاد چیکار کردن تا به هم دیگه برسن، اینا بخشش ممکنه افسانه باشه، ولی واقعیت قضیه اینه که عشق آدم را در مسیرهای سخت
سخت صبور و با مقاومت میکنه. لذا ما هم عشق داریم، عشق داریم نسبت به حضرت آقا ابوالفضل عباس، عشق داریم نسبت به سید الشهدا. این عشق گاهی ما رو دوچاره غلو میکنه، ولی اینم داشته باشید، عشقم اگر چاشنی به نام معرفت رو نداشته باشه، عشق ضرر آفرینه. عشق یعنی از معرفت باید سرچشمه گیره. من معشوقم رو باید بشناسم. اگر میخواهید بدانید عشق بازی واقعی چیست، بر حسین و حالت او کن نظر. روز عاشورا در آن میدان عشق، کرد رو را جانب سلطان عشق. بار الها این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این سکینه، این رقیه، این رباب، این عروس دست و پا در خون خضاب. پس ندا آمد ز حق ای شاه عشق، ای حسین، ای یکتاز راه عشق، خود بیا که می کشم من ناز تو. عرش و فرشم جمله پا انداز تو، لیک خود تنها میا در بزمیار، خود بیا و اسقرت رو هم بیار. خوش بود در بزمیاران بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی. این عشق است که سید الشهدا در مقابل خدا چنان زیبا ظاهر می کند که او لحظه ای آخر زبانش می جنبید و می فرمود اله رزن به رضا و تسلیم لقضاک لا معبود سواک. خدایا به هر چه تو راضی من راضیم، معبود غیر از تو را هم نمی شناسم. این عشق است که از روی معرفت و آگاهی است و تا نهایت پیش می رود. نهایتش چیست؟ نهایتش یعنی هستی خود را در طبق گذاشتن و در محضر خدا تقدیم کردن.